رازها و نیازها بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خسته نباشید آقای دکتر. من یه سوال کوچیک دارم، خیلی وقتتون رو نمیگیرم. در ارتباط با پسرم هست، 23 سالشه، توی شهر آمریکا هستیم. من خودم 6 ساله که اومدم اپلای کردم برای سیتیزنشیپی و بعدش هم خب پسرم اومد که الان در حال تحصیل هستن. شما فرزند چند تا دارید؟ من 3 تا دارم. اونا کجا هستن اون دوتا و چند سالش شده؟ آها، یه دونه دخترم 34 سالشه، یه پسر 33 ساله دارم و یه پسر 23 ساله. اونا کجا هستن؟ یکیش ایرانه، یکیش هم همینجاست، یه ایالت دیگه ازدواج کرده، اون زندگی خودش رو داره. من با پسرم زندگی میکنم که حالا اپلای کردم برای سیتیزنشیپی. یکی دو ماه دیگه، 3 ماه دیگه بالاخره حالا ممکنه که جواب بگیرم و چیز کنم. قبلا خب تو این 6 سال میرم و برمیگردم ایران. ببخشید من این سوالم بکنم، پسرتون چه مدتی از امریکاست؟ پسر من الان حدود 5 سال نشده. وقت چی خونده چی میکنه؟ الان داره دندون پزشکی میخونه. کجا رسته و کی تمام میشه درسش؟ الان اوایلشه، یعنی هنوز توی بیولوژی داره میخونه. آه، پس وارد دانشکده دندان پزشکی نشده؟ نه، سال بعد انشالله. اوکی، بسیار. بعد حالا من میخواستم فقط یه سوالی از شما بکنم. من بعد از اینکه سیتیزنشیپی مو گرفتم، شما سلام میدونید که من با پسرم زندگی، یعنی اینجا بمونم باهاش یا اینکه برگردم ایران؟ از لحاظ کلی میخوام ببینم حضور من تو زندگیش آسیبی بهش نمیرسونه؟ نه، معمولا این که اعضای خانواده با هم باشن چه آسیبی میرسه؟ ما قرار خانواده تشکیل بدیم که با هم باشیم. اون روزی که به نظر میرسه صلاح و مصلحت همه در اینه که از هم فاصله بگیریم یا متاسفانه باید برای درس خوندن، برای ازدواج، برای کار، برای خیلی چیزها با جدا بشیم، خب جدا میشیم. بنابراین اگر شما ترجیحتون اینه به مقدار زیادی که امریکا بمونید، پسرتونم خوشحالتر میشه، راحتتر میشه، راضیتر میشه، دلش بخواد که شما اینجا. اون خوبه، اون مشکلی نداره، اتفاقا خیلی هم مچوره، خیلی از لحاظ درست. من نمیگم مچور است و نیست. نه ببینید عزیز، شما میتونید 30 سالتونم باشه، پسرم باشید یا دختر، ازدواج نکنید، ترجیح پدر مادرتون پروتون باشن. بعد از ازدواج مسئله خانواده هر کسی مطرحه، ولی دلیلی نداره مگر ما یه موردی باشه که اگر مادری اینجاست یا مادری میتونه اینجا باشه، دلش باید اینجا باشه، پسرش هم اینجاست، با هم زندگی نکنه، چه اشکالی داره عزیز؟ ماجرای دوستی و محبت و ارتباط با مسئله وابستگی و اعتیاد از یه طرف و با دخالت و مزاحمت یه مسئله دیگری است. برای این پرسش من از شما صبر کنید مخلوطش نکنید. شما ترجیح خود تو این است که کجا زندگی کنید عزیز؟ من ترجیحم اینه که خب بالاخره ایران، خودم بیزنس دارم، رفت و آمد میکنم. بسیار. ولی ترجیحم اینه که با پسرم هم باشم. نه، عزیز من ترجیح این نیست که میخوام. من ترجیحم اینه که این لباس رو بپوشم، ترجیحم اینه که لباس دیگه بپوشم، دو تاش که رو هم نمیتونم بپوشم. ترجیح یعنی انتخاب یکی. سوال منو شما جواب بدید، خودی مخطوطش نکنید عزیز. شما خودتون به خودی خودتون ترجیحتون این است که اینجا زندگی کنید یا ایران، یا بیشتر ایام اینجا باشید یا بیشتر اوقات اونجا؟ شاید نصف مثلا خوب باشه. بسیار خوب. حالا بریم سراغ پسرتون. صبر کنید. بریم سراغ پسرتون، بهش بگیم که تو دلت میخواد مادر بیشتر اینجا باشه یا ایران، یا مادر ترجیحشون نصف و نصف، نظر تو چیه؟ پسرتون چه خواهد گفت؟ پسر من دوست داره من پیشش باشم. بنابراین شما نصف نصف خودتون داشته باشید، اونم بهش خواهد شما پیشش باشید، بعدم اگه خودتون میخواید و درسته و او هم همین نظر داره، خب بیشتر پروی اون باشید. یه پوینت اینجا هست، میخواستم خدمتتون بگم. ببینم این پوینت تاثیرگذار چسبندگی بین من و ایشون ایجاد نمیکنه. وقتی که پسرم 1.5 سالش بوده ما پدرش رو از دست دادیم
بعد به خاطر همین این یعنی به جز من کسی دور و برش نبوده. من میخوام ببینم این حالته در آینده این چسبندگی شدید نمیشه که بخواد رو زندگی شخصیش تاثیر منفی بذاره؟ نه آخه عزیزم، ببینید شما میخواید یه چیزی رو یا به یه چیزایی مرتبط کنیدم. اولا بچه ها میتونن تو خانواده باشه، پدر مادر باشن، بسیار بسیار نه تنها وابسته، معتاد و چسبنده و دوخته به هم باشن که فاجعه است. این شماره یک. آدم ها میتونن چنین نباشن. بچه بین 8 تا 12 سالگی باید به مرحله جدایی و رهایی برسه، 12 تا 18 به استقلال، 18 تا 22 هم برسه به همبستگی. محبت شو با مادرش، ارتباط شو با پدر مادرش داره، رفت و آمد دارن، هر کاری هم بتونن برای هم میکنن، اما دو تا موجود متفاوتن و بنابراین مخصوصا بعد از ازدواج صلاح در دنیای امروز اینه که خانواده هسته‌ای رو تشکیل بدن که زن و شوهر است و بچه‌ها، هیچ کس دیگه نیست. ایشون که هنوز ازدواج نکرده، ایشون که داره درس میخونه. بنابراین بسیاری از اوقات این که مادرش کنارش باشه، از یه سری کارا راحت و آسوده باشه و ضمناً یه مقداری جداییش رو یا حتی کمی فاصله گرفتن با دیگران رو حل کنه، خب اون دلش اینو میخواد. شما هم که براتون خیلی فرقی نمیکنه، یا میتونید بیشتر اینجا باشید، ولی نگران آیندهش نباشید. اون روزی که درسش تموم شد، اون روزی که یه دختری تو زندگیش پیدا شد، اون روزی که تصمیم گرفت ازدواج کنه، میره بیرون. درست مثل یه پرنده‌ای که میمونه تو آشیانه پدر مادرش، ولی وقتی پر و بالی در آورد، پدر مادرش میان از آشیانه پرتش کنن بیرون که پرواز کنه، بعدم میگن برو، بعدم سر قضا با هم دیگه میجنگن. بنابراین حالا ما اون جنگو نداریم بعد از اینکه به بلوغ رسیدیم، ولی الان من دلیل نمیبینم. بله، فرزند 23 4 ساله شما چه اشکال داره که مادرش کنارش باشه و شما نگرانی باشید که حالا به من عادت میکنه برای بعد؟ نه، اون 99 درصد عادتش مال گذشته است که به هر حال یا هست یا نیست. الان که به شما عادت نمیکنه. بنابراین به نظر من بسیاری از بچه‌ها پدر مادرشون کنارشون باشه، به یه امنیتی، به یه آرامشی، به یه راحتی میرسن، اشکالات و انحرافاتشون خیلی کمتر میشه. به هر حال خونشون مرکز مقدار بچه ها برای حلواتی نمیشه، خودشون این مقدار یه اصولی رو رعایت میکنن، وقت و انرژیش رو صرف فرض کنید غذا و خرید و اینا نمیکنن، به درس و کارشون میرسن. بنابراین مثل هر وقتی که دو نفر آدم با هم باشن، هزینه های کمتر میشه و معمولا آرامش و آسایش بیشتری پیدا میکنن، میتونین کنار هم باشین. بعدم شما که بالاخره میرید و میایید، برای سن و سال او هم که رفت و آمد شما مسئله نخواهد بود. بنابراین شما خودتون دلتون میخواد 6 ماه 6 ماه باشه، خب حالا 8 ماه 4 ماه باشه، 9 ماه 3 ماه باشه، اگرم یه سالی نشد خب نشده. ولی اینکه الان من با بودنم کنار پسرم مسائلی یا مشکلاتی برای آینده او یا ازدواجش یا زندگی فراهم میکنم، اصلا به نظر من درست نیست. شما تو کودکی بفرمایید مسئله ما داریم، بین 8 تا 12 داریم، بین 12 تا 18 داریم، برای که اونجاست که ما کنار پدر و مادرمونیم و باید از مرحله جدایی و رهایی استقلال بگذریم. اونجا یه مسئله است، ولی بعد از 23 4 سالگی که دیگه این موضوع فقط تشدید و تقویت قبله، ولی یه چیز تازه جدیدی نخواهد بود که شما نگرانش باشید عزیز. بعد آقای دکتر یه سوال دیگه من میکنم خدمتتون. میخواستم ببینم برای سن و سال خودم، با توجه به اینکه من تقریبا 40 سالم بوده که ایشون به دنیا اومده، این فاصله سنی نمیتونه نه. نه فاصله سنی در یه دورانی، من آدم قرقرویی نیستم. نه من کاری به قرقرویتون ندارم. نه نه ببینید عزیز، ببینید من و شما باید خودمون با خودمون مقایسه بشیم. یکی به من بگه تو 20 سالگی در حالت عادی بیشتر میدونستی یا 30 سالگی؟ خب معلومه 30 سالگی. به من بگه در 20 سالگی تو از نظر فیزیکی تواناتر بودی تا 30 سالگی؟ معمولا 20 سالگی. بنابراین اینا رو میشناسیم، خودتون با خودتون مقایسه میکنیم. حرف شما الان اینه که فاصله من با فرزندم نزدیک 40 ساله، ولی آیه 30 سالم بود فرقی نمیکنه. یعنی اونقدر حالا فرقی نمیکنه. حالا برمیگرده به اینکه شما کی هستی. بله در کودکیتون فرق میکرد یا کودکی فرزندتون. چرا؟ برای که اونجا شما همون مادر 25 ساله نبودید وقتی در 40 سالگی بوده. نه تخمک های شما این گونه بوده، نه سالمتر بچه را حتما بار می آوردید وقتی بین 25 بودید تا مثلا 30 تا 40 باشه. ولی اونا که گذشته. نه خودتون نگران این بحث ها نکنید اصلا. یعنی الان
شما رابطه خوب مادرانه دوستانه با فرزندتون داشته باشید، بعدم هر وقت که موضوع و مسئله مطرح شد به درستی اون رو حل کنید، ولی در نهایت خودتون نگران کنید. برحال منم ببخشید، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خواهش میکنم. مرسی، خیلی ممنون، لطف کردید. خواهش میکنم، خدا نگهدار.